ترس و وحشت و هراسی که رژیم جمهوری اسلامی از سقوط حکومتش داره و چنان شدید و عیان شده که با دستپاچگی در حال آزاد کردن زندانیان سیاسی است. سیاست‌های خشونتبار و ضد انسانیش در مورد حجاب رو موقتاً تعطیل کرده و دیگر از رجزخوانی‌های سرداران سپاه و شاخ و شونه کشیدن‌های امامان جمعه و سایر مسئولان کشور خبری نیست و اگر دیدید که فیلترینگ فضای مجازی رو هم به طور کامل برداشتند تعجب نکنید. آخوندها شامعه تیزی در دریافت سیگنال های خطر دارند و به محض دریافت بخش دفاعیشون اتوماتیکوار به کار میفته و در لاک فریب و خودعه اگر لازم باشه دست به اقدامات انتحاری عقیدتی و اعتقادی هم میزنند تا بقاشون تضمین بشه. همین کاری که روح الله خمینی در سال 57 با اون همه صحبت که در بهشت زهرا کرد و بعد از اون صحبت کرد، دروغهایی رو گفت که آب مجانی، برق مجانی، دانشگاه ها مجانی، در رفاه و آسایش، شکل سیاسی کشور همه گروه ها آزادند، از کمونیست و غیر کمونیست آزادند، ملاها هم کاری به حکومت ندارند و در حوزه های علمیه مشغول میشند و هزاران دروغی که همه میدانید. الان اینجا من نمیخواهم بگم. با این همه اینها ترسی دارند که مجبور شدن خودشون رو مقبول نشو بدن که مقبول دیگر نیستند و کار به جایی رسیده، ترس و وحشت به جایی رسیده که حتی زنان آیت الله ها، مراجع تقلید، کسانی که در حکومت اسلامی به عنوان آدم های معتبری از نظر مردم بودند، به صحبت اومدند، اونها هم آمدند و دارند افشاگری می کنند، از وضعیت آخوندها شکایت دارند، از وضعیت همسراشون، حتی همسر مثلا یک آیت الله، همسر یک مرجع تقلید، یک آخوند میاد و از فساد آخوندها صحبت میکنه. در اینجا یک نوار صوتی است که براتون میذارم گوش کنید که یک افشاگری یک همسر آخوند هست، مرجع تقلید هست، حالا اینش مشخص نیست، که میاد از فساد اخلاقی جامعه روحانیت و کسانی که خودشون رو مقدس می دانستند از سالهای سال و مردم رو گول زده بودن تا انقلاب سال 57 که حکومت رو در دست گرفتن. و حالا به این صحبت ها گوش کنید. قرآن رو به قول شما لب تاخچه گذاشتن، مقدس شمردن، از قرآن چیزایی که دوست داشتن و منافع خودشون بود مصادره به مطلوب کردن و تو سرم کوبیدن. من تو یه جامعه زندگی کردم و با یه شخصی زندگی کردم که اینا یه گروهن، گروه آت منظورم صنف روحانیته که بیشترین بهره و سوء استفاده رو دارن از این قرآن میکنن و بهره کشی از مردم، بهره کشی از زنان این جامعه. حالا یک سری زنان هستن که خودشون اجازه این کار رو میدن، حالا به هر دلیلی، یا تطمیع مالی میشن یا تحت حالا میخوان لوای اسم و عنوان اون شخص قرار بگیرن، نمیدونم، ولی من کسی بودم که قربانی بودم این وسط. یعنی با میل خودم نبود، به اجبار بود، با یک روحانی زندگی میکردم که حتی اگر بخوام کلمه دوز رو هم براش به کار ببرم چیز دروغی نگفتم. یعنی از خدای خودم در آینده شرمنده نیستم که به کسی که باش زندگی کردم 16 سال دارم تهمت دوز میزنم. تمام دفاتر بیوت آقایونی که قبلا شهریه میدادن رفته بود و گفته بود که همسر من بیماری قلبی مادرزاد داره و عمل قلب باز داره و از همشون بلا استثنا پول گرفته بوده، از جمله دفتر آقای سانعی، علوی گرگانی، منتظری. من تا اون جایی که میتونستم و میشناختم رو و میتونستم راه پیدا کنم رفتم و ازشون حلالیت گرفتم، گفتم به اسم بیماری من پول آورده شده تو منزل من و من نمیخوام مدیون باشم.
نماز روزه استیجاری تو اون محل هر کسی که میمرد ایشون پولشو میگرفت. من تمام سال رو روزه بودم، روزه بدون سحری که اجازه نداشتم نصف شب بلنشم سحری بخورم چون صدای بیدار شدن من ایشونو بیدار نکنه. یک روز ندیدم نماز صبح بخونه. این آقا ایام محرم و سفر دهه فاطمیه و و و تبلیغ میرفتن، پشتش نماز میخوندن، ولی یک بیمار جنسی بود که مادر من که مادر زنش محسوب میشد رو به چشم یک حالا تومه برای خودش میدید، ایزن همسران اقوام رو. من با یه موجودات کثافت اینجوری زندگی کردم و همیشه با قرآن کوبیده شد تو سرم که قرآن به من اجازه داده، قرآن گفته فلانو بکن، قرآن گفته زن باید تنبیه بشه، قرآن گفته هیچ. من خودم 3 سال جامعه زهرا درس خوندم، خدا رو گواه میگیرم یک کلمه نتونستم بیاموزم از اون جامعه زهرا، اینا یک چیز بیاموزم که به من این حس رو القا کنه که بابا اسلام برای زن حرمت قائله. اگر هم اسلام 1% باور کنم که اسلام برای زن احترام قائله و حرمت قائله، اینهایی که الان هستن کسایی نیستن که این حرمت رو به زن جامعه ما برگردونن. برای همین احساس میکنم ما خودمون باید به داد خودمون برسیم، خودم باید از خودم دفاع کنم، در غیر این صورت مثل گوشت قربونی تو این جامعه باید فدا بشم. برای همین احساس میکنم که از قرآن و اسلام و دین و مذهب دستاویزی درست کردم برای تنوع طلبی هاشون، برای کثافت کاری هاشون و و و و و حتی این اواخر دیگه خود وزارت اطلاعات ما که با این خواهران زینبی که تشکیل داده. اینا یعنی چی؟ غیر از اینه که آقای ایکس و ایگرک و فلان و نمیدونم تبری و امثال هم که یه جای مهر داغ مهر پیشونی رو دارن، اون وصله های رو پیشونیشون، اینا چرا باید انقدر هوسران باشن؟ نمیدونم داستان سنای زعفرانیه رو شنیدین یا نه، و اصلا تحمل شنیدنش رو دارین یا نه، که من به عنوان سند اینجا وایساش رو بذارم و گوش کنید ببینید جامعهمون رو کثافت گرفته، لجن گرفته با اسم دین و اسلام و قرآن و شرع. و من حالم از دین، قرآن، اسلام به هم میخوره. اگر میخواد کسی ناراحت بشه مهم نیست، چون من آسیب دیدم. من 16 سال از زندگیم فدای همین دین و اسلام و شریعت شد، شریعت خودساخته که دارن ازش استفاده میکنن، استفاده ابزاری میکنن برای رسیدن به اهداف شومشون. و نظام کثیف‌تر از کثیفمونم که داریم میبینیم، همه با نام اسلام و دین و شرع و نمیدونم تحت عنوان ولایت فقیه دارن چپاول میکنن، غارت میکنن، پاسخگو به هیچ جایی هم نیستن. چرا چشامونو ببندیم؟ چرا چشامو ببندم و سمون بکمون بشینم نگاه کنم و بگم قرآن یه چیزایی به من یاد داده؟ چی به من یاد داده؟ به من یاد داده که از خودم دفاع کنم؟ به من یاد داده برم توی دادگاه وایسم و بگم آقا منو به زور به این آقا دادن، این آقا به عنوان یه متجاوز جنسی محسوب میشه در حالی که میدونه من هیچ تمایلی به ازدواج با این آقا ندارم؟ میتونم برم بگم آقا این آقا منو شب و روز کتکم میزنه، من دارم کار میکنم و اون میخوره، پدرم دارم داره خرجشو میده و این اتفاق افتاد. من حدود 2 سال تو دادگاه های قم و دادگاه ویژه روحانیت دویدم، باج دادم، کل زندگی و خونه و مهر و همه رو دادم و حتی دو تا بچه هامو که حق دیدارم ازشون از من سلب بشه که فقط بتونم از شر اون جانور حیوان صفت بیام خلاص بشم. برای همین متنفرم که به کسی بخواد بیاد با من از در دین، اسلام، شر بیاد نصیحت کنه و بگه دین برای تو حرمت قائله. دین برای من هیچ حرمت قائل نیست. قانون اساسی ما مگه برگرفته از اسلام نیست؟ کجا دفاع از اسلام کرده؟ کجا؟ چند سال یک زن بعد بدوه تا حکم طلاق بگیر اگر همسرش رو دوست نداشته باشه به هر دلیلی، ولی یک آقا اراده کنه فقط بعد دست تو جیبش بکنه بخشی از مهریه رو بده اوکیه. من این دین رو نمیخوام، من این دین رو ببخشید از همه تون معذرت میخوام، حالا میخوام بالا بیارم اون دین رو که انقدر منو تحقیر کرده، من زن رو، من مادر رو.
به نظر من بیدین بودن خیلی بهتر از اینه که آدم با شرف باشه، با وجدان باشه. و این صحبت ها نشون میده که وضعیت رژیم بسیار خرابه و دیروز هم که در 22 بهمن در 1401 متوجه شدید کسی نرفته بود به تظاهرات حکومتی و انقلاب نوین همچنان ادامه داره و طرفداران خامنه ای فقط معلومه که سربازانی که اون رو دارن حفاظت میکنن در بیت رهبری فقط اونها مونده، حتی سپاه پاسداران هم خیلی هاش برگشتند، الان هم اگر هستند به خاطر اینکه میترسند اعدام بشن، میترسند بیایند و اونها رو دستگیر کنند. الان صحبتهایی رو براتون پخش میکنم که در صدای امریکا پخش میشه و حتی صدای امریکا اعلام میکنه که طرفداران خامنه ای فقط سربازاش هستند. گوش کنید. نخستین شعاری که از اقبال عمومی برخوردار بوده اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجراست هست. بیش از 20% جامعه مورد نظرسنجی طرفدار شعار ما همه سرباز توییم، گوش به فرمان توییم هستن. نظرسنجی درباره این دو شعار، یعنی همون شعار ما همه سرباز توییم خامنه ای که شعار طرفدارای حکومت و شعار اصلاح طلب اصولگرا که شعار معترضانه و در واقع غیر حکومتی هاست، نتایج روشنی به ما میده. اول اینکه تجربه مردم بهشون فهمونده که بیشترین ضربه رو در مسیر خلاص شدن از حکومت دینی از اصلاح طلب خوردن که همیشه خواستن با فریب حکومت دینی رو حفظ کنن، با پنبه ضربه برن. دوم، وقتی این نظرسنجی رو با نظرسنجی همون پارسال مقایسه میکنیم، میبینیم که از طرفداران حکومت دینی فقط کسانی موندن که گوش به فرمان خامنه ای هم و در واقع اصلاح طلبانی که طرفدار حکومت دینی باشن و ولایت فقیه را قبول نداشته باشن وجود ندارن دیگه در ایران. اگر هم وجود داشته باشن تعدادشون اونقدر نیست که قابل اعتنا باشه. بارها تو برنامه ها گفتم وقتی که جنبش انقلابی شروع میشه قطبی شدن جامعه یکی از تبعات بلافاصله شه. بعد ادامهش رو عرض کنم، همین میخوام بگم که چجوری نتیجه گیری میشه کرد از این نظرسنجی ها. ضمناً از پارسال تا حالا ریزه چی چشمگیری داشتن همین بیش از 20% طرفدار جمهوری اسلامی که همشون شعار طرفدار سرباز خمینی میخوام بشن اینا. در نظرسنجی پارسال میبینید که دیدین حدود 20% طرفدار جمهوری اسلامی بودن، تو نظرسنجی امسال حدود 15%. این نتیجه رو وقتی مقایسه میکنین با محجور افتادن و بی‌طرفدار موندن بیانیه هفته پیش محمد خاتمی که تو خبرها بارها و بارها حتما شنیدین که از همین جنس اصلاح طلب هاست که میگم فریب هم میشه مردم ازش خوردن، بعد میفهمین که این نظرسنجی ها چقدر اهمیت داره. دیدید که حتی صدای امریکا هم به این نتیجه رسیده که اینها دیگر مقبول نیستند، اینها دیگر طرفدار ندارند. و بعد از این تظاهرات ایرانی های خارج از کشور که در امریکا و لندن و تمام شهرها انجام شد که بسیار شرکت کرده بودند و میگویند 200,000 نفر فقط در امریکا آمده، در آلمان، در لندن و در تمام جاهایی که تظاهرات بوده ایرانی ها آمدند و شعار رفتن جمهوری اسلامی رو دادند و همسر یک ملا هم که آیت الله است یا هر کسی که هست و هر حال از قشر آخوند هاست، دیدید که چه صحبت هایی کرد و چه افشاگری هایی از اینها به عمل آورد. با سپاس از شما تا برنامه دیگر، بدرود.